به دستور نخست وزیری عراق از ورود دارو و اشرف جلوگیری می شود. دبیرخانه شورای ملی مقاومت با انتشار اطلاعیه اعلام کرد در یک اقدام سرکوبگرانه و ضد انسانی جدید، از 3 هفته پیش عمر خالد مدیر عراقی بیمارستان اشرف به دستور کمیته سرکوب اشرف از تحویلگیری داروهای خریداری شده توسط ساکنان اشرف خودداری می کند. طبق روال همیشگی این داروها با توافق عمر خالد خریداری شده و توسط خود او بین بیماران توزیع می شده است. بسیاری از بیماران نیاز فوری به داروهای خریداری شده دارند. از سوی دیگر روز گذشته سه‌شنبه 19 بهمن نیروهای عراقی به دستور کمیته سرکوب از ورود نیازمندی‌های ضروری دیگر نیز جلوگیری کردند و یک راننده عراقی را که داروهای خریداری شده را طبق معمول هر هفته به اشرف برده بود در ورودی اشرف دستگیر کردند. این بیمارستان که به طور کامل به هزینه سازمان مجاهدین ساخته شده با همه تجهیزات و الزاماتش تحویل اداره بهداری دیالی شد. با این حال طی 2 سال گذشته بیش از 90% داروهای مورد نیاز ساکنان توسط ساکنان و با هزینه خودشان خریداری شده است. مقاومت ایران توجه نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد در عراق و سفیر آمریکا و فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین توجه عموم مدافعان حقوق بشر را به این اقدامهای خصمانه و ضد انسانی جلب می کند و خواستار مداخله فوری برای پایان دادن به این محاصره جنایتکارانه است.